ان ابواب السماء تفتح في اول ليله من شهر رمضان ولا تغلق الى اخر ليله من. من این رو مکرر این روایت خونده. شب اول ماه رمضان در پای آسمان ها همه باز میشه، شب اول بسته نمیشه تا شب آخر. اگر امشب شب آخر باشه، امشب این در رو بسته میشه. من دارم بهتون میخوام بگم حواستون جمع باشه که چه وضعی ما داریم الان، چه موقعیتی ما داریم. روایتش از علی علیه السلام: الا و ابواب السما مفتحه من اول لیله من، که علی علیه السلام هم میفرماید. بعد دارد: علیکم فی شهر رمضان به کثرت دعا و الاستغفار. من اینا رو خوندم فقط برای این بود که بگم آقا ما ماه رمضان رو درک کردیم، اما چی گیرمون اومد؟ میتونیم شما بگیم آره این ماه مبارکی را که این همه برکات شد، این همه برکات، تا جایی که خواب ما توش عبادت بوده است، نفسها تسبیح فرج کنید، این همه لطف، این همه عنایت از نهایی ما بهره بردیم ازش یا نه؟ من فقط سوالم همه بود. گفتم این روایت رو بخونم بگم ما با امشب رو دید غنیمت بشون، چون احتمالش هست من که امشب شب آخر ما رو بزنیمش درسته دیگه. امشب رو بیاییم بریم در خونه خدا بگیم خدا یا ما غلط کردیم، خدا ما رو ببخش، خدای ما رو ببخش، این همه رو بخشیدی ما رو ببخش. ما بدتر از اون مشرکی نبودیم که اینا توبه کردن قبول کردی توبه شد، ما به ظاهر مؤمن بودیم، مسلمان بودیم، قبول داشتیم. ما رو امشب دست خالی رد نکن، تو که اکرم الاکرمین هستی، از خدا بخوان حاجات ما رو دیگران رو. حالا من این تذکر بدم واسه خودتون، امشب از خدا درخواست بکنین چون درها بازه، تا سحر بسته نشده، فرصت داریم، ما این فرصت رو از دست نباید ما بدیم. دعا کنید اما برای دیگران بهتره تا برای خود، چون تو روایات ما داریم چند هزار برابر بهمیدن. تازه دعایی که دیگران میکنن در حق ما اون مستجاب میشه تو روایت داره، اما دعای خودمون معلوم نیست چه بشه قضیهش. من این رو قبلا بحث کردم که روایت دارد به این که خطاب شد به حضرت موسی به این که تو مرا به یه زبانی میخون که معصیت نکردی، خدا من چجوری میتونم بکش بکنم؟ بالاخره از این زبون خطا صادر شده. نه، بگو دیگران برای تو دعا کنن، چون با زبان دیگران تو معصیت نکردی. اینی که من دارم میگم سفارش میکنم مال اینه، بسه دیگران خیلی دعا کنید خدا چند هزار برابر.